عرض سلام و ادب خدمت شما شاگردای عزیز و نازنین امیدوار هستم که هر جایی که هستین جور باشین و صحتمن امروز درس دوم از فصل دوم کیمیای صنف هفت را در خدمت شما عزیزان می باشیم نمبر ارتباطی برنامه را شاگردای عزیز نازنین از یاد نبرید دو سفیر 964 780 255 40 13 می باشن. که از طریق میتونید با ما ارتباط برقرار کنید با نگاهی بر خلاصه درس امروز شاگردای عزیز با ما همراه باشید اگر یادتون باشه شاگردای عزیز نازنین در جلسه پیش در رابطه با اقسام ماده صحبت کردیم مخلوط ها می یک قسمش و یک قسم دیگه محلول ها می باشا. که مخلوط ها رو با هم یک جای کار کردیم یاد گرفتیم که مخلوط چی است از چه اجزای ساخته شده است انواع مخلوط ها را یاد گرفتیم و همچنان یاد گرفتیم که به چه طریقه ها و روش های ما می تونیم مخلوط ها را از هم جدا کنیم امروز می خواهیم در رابطه با محلول ها با شما کار کنیم که محلول چی است و همچنان اجزای تشکیل دهنده یک محلول چی می باشد. و در آخر هم عوامل مؤثر بر سرعت حل شدن مواد را با هم یک جای کار میکنیم که چه عواملی میتونه سرعت حل شدن مواد را کم کنه یا زیاد کنه شاگردای عزیز نازنین با آغاز درس با من همراه شوید و اما محلول ها چی از شاگردای عزیز نازنین؟ محلول ها یا نام دیگهش که مخلوط متجانس می باشه و مخلوط های گفته می شود که خواص ماده یا خواص آن در تمام قسمت های محلول یکسان باشد. به با عنوان مثال و شکل زیر دقت کنید شاگردای عزیز می بینید در این قسمت اگر یک گلاسی پر از آب داشته باشین و یک ماده را به داخل آن حل کنید. میبینید که یک مخلوطی به دست می آید که خواص ماده در تمام قسمت های آن یکسان می باشد درست است و چون این مخلوط هایی که در آن خواص ماده در تمام قسمت های آن یکسان پخش شده باشد ما محلول یا مخلوط متجانس میگیم خب آره می خواهیم ببینیم که محلولی که پیشتر بهتان گفتیم از چه اجزای اساسی ساخته شده است. به طور کلی محلول از دو جزء اساسی ساخته شده است جزء اول محلل یا ماده حل کننده می باشد و جزء دوم ماده منحله یا ماده حل شونده هم به آن گفته می شود حالا می خواهیم ببینیم که این دو جزء اساسی محلول ها چه قسمی از دارای چه ویژگی هایی می باشد ما به با چه جزئی از محلول میگیم محلل و به چه جزئی گفته می شود ماده منحله ماده حل کننده یا محلل و ماده یا جزئی از محلول گفته میشه شاگرد از نازنین که در آن مواد دیگر حل میشود. شود عنوان مثال در شکل زیر دقت کنید شاگرد عزیز نازنین شما میبینید که در ماده آبی رنگ که به آن ماده حل کننده یا محلل گفته میشود ماده دیگر حل شده است و یک محلول را برای ما تشکیل داده پس هر ماده ای که در آن مواد دیگر حل می شود به عنوان محلل ما یاد می کنیم یا به عبارت شاید عزیز نازنین در یک محلول جزئی که بیشترین فیصدی محلول را تشکیل داده باشه را ما به عنوان محلل یاد می کنیم در این شخص شما مشاهده می کنید می بینید که بیشترین جزئی محلول را محلل تشکیل داده یک یک ماده آبی رنگ که به آن محلل گفته میشه اما ماده منحله یا حل شونده چی میتونه باشه؟ هر ماده ای که در محلل حل می شود ما را به عنوان ماده منحله یاد می کنیم به عنوان مثال به شکل زیر دقت کنید هر ماده ای که در محلل حل می شود ما به عنوان ماده منحله یاد می کنیم که در این قسمت شکلش برای شما نشان داده شده است. یا به عبارتی ماده منحله یا هرشونده رو میتونیم جزئی از محلول در نظر بگیریم شاید و عزیز و قن که کمترین فیصدی یک محلول را تشکیل میدهد. خب شاگرده از نازنین چون محلول از دو جزء اساسی ساخته شده است ماده منحله و ماده محلل بنابراین کتله یک محلل هم مجموعه کتله کی. محلل می باشه و کتله ماده منحله ای را دقت داشته باشید و اما میخواهیم می ببینیم که عوامل مؤثر بر سرعت حل شدن مواد چه قسمی از چه عواملی میتونه که بر روی سرعت حل شدن مواد تاثیر خود بذاره و طور کلی دو عامل بسیار مهم است که میتونه بر سرعت حل شدن مواد کمک کنه سرعتش را زیاد کنه یا سرعت حل شدن کم کنه عامل اول اندازه ذرات مواد میتونه باشه عامل دوم حرارت میتانه باشه. آلی میراییم هر کدام را جداگانه یاد میگیریم که چه قسمی میتانه بر سرعت حل شدن مواد تأثیر خود بذاره. اندازه ذرات چگونه میتانه در حل شدن مواد تأثیر بذاره؟ به نظر شما شاگردای عزیز نازنین اندازه یک ذره هر چقدر کوچکتر یا ریزتر باشه سرعت حل شدن بیشتر میشه یا که بزرگتر باشد آفرین اصلا به شما هر چقدر اندازه یک ذره کوچکتر باشد یا ریزتر باشد سرعت حل شدن آن در محلول میشه؟ بیشتر میشود به عنوان مثال اگر شما یک قرص یا تبلیل در نظر بگیرید شاگردهای های عزیز نازنین که کامل باشه شما چهار گلاس آب در نظر بگیرید و داخل هر کدام یک داشت در گلاس اولی یک قرص کامل رو حل کنید و در گلاس بعدی قرص به چهار قسمت تقسیم کنید و در آن حل کنید و در گلاس سوم قرص به دو نیم تقسیم کنید و و داخل آب حل کنید و در گلاس آخری قرص را به شکل پودر به دست بیارید و داخل آب حل کنید در چهار گلاس هم چون گلاس آخری دارای پودر می باشه بنابراین سرعت حل شدن این ماده بیشتر و سریعتر است و بعد از او گلاسی دوم که قرص به چهار قسمت تقسیم شده است و بعد از او گلاسی دوم که قرص بدونیم تقسیم شده است و در آخر هم گلاسی که قرص به طور کامل به داخل آن حل شده است. این ترتیبی سرعت حل شدن مواد می باشد که هر چقدر مواد ما ریزتر باشد سرعت حل شدن هم سریعتر رخ می دهد. و دوم که میتونه بر روی سرعت حل شدن مواد تاثیر خود بذاره حرارت می باشه شاگرد از نازنین هر حرارت افزایش پیدا کنه سرعت حل شدن هم بیشتر می شود به عنوان مثال اگر شما یک گلاسی آب سرد داشته باشید یک قطعه قند با داخل آن حل کنید در مقابل هم یک گلاس پر از آب جوش داشته باشید یک قطعه قند و داخل آن حل کنید مشاهده می کنید که گلاس آب جوش که یک قطعه قند و داخل آن انداخته شده است با سرعت بیشتر حل می شود و قند بعد از یک مدت کوچک می شود این نشان می که حرارت افزایش حرارت باعث می شود که سرعت حل شدن مواد بیشتر شود یا فرض کنید اگر سه گلاس داشته باشید در دماهای متفاوت در دمای زیاد در دمای معمولی و در دمای سرد در دمای پایین باشه و به داخل هر کدام از گلاس ها شما یک قرص و یک ماده حل شونده رو به آن اضافه کنید بعد از مدتی مشاهده می کنید گلاسی که دارای آب داغ می یا در دمای بلند هست حل شونده با سرعت بیشتر حل می شود. و بعد از او در دمای معمولی ماده حل می شود و در آخر هم در گلاسی که در دمای پایین قرار گرفته حل می شود یا بسیار کم حل می شود یا اصلا حل نمی شود پس حرارت هر چقدر بلند رود باعث می شود سرعت حل شدن مواد هم بیشتر شود <applause> امروز ما و شما یاد گرفتیم که محلول چی است گفتیم محلول یک مخلوط متجانس می باشه که خواص آن در تمام قسمت های محلول یکسان می باشه محلول ها مثل چی می تانه باشه مثل بوره و آب می تانه باشه دیگه چی می تانه باشه مثل بوره و چای می تانه باشه میشه مثال های از یک محلول بعد از او یاد گرفتیم که اجزای تشکیل دهنده یک محلول چی میتونه باشه که از دو جزء اساسی ساخته شده بود یک ماده محلل و دو ماده منحله که هر کدام توضیح دادیم که چی ویژگی هایی داره ماده محلل بیشترین فیصدی محلول را تشکیل میداد اما ماده منحله کمترین فیصدی محلول را برای ما تشکیل میداد و همچنان ماده ای که به داخل محلل حل می شد با آن ماده منحل نگفته می شد و محلل هم قسمتی از محلول می که مواد دیگر به داخل آن حل می شد این دو جزء اساسی محلول بود که برای تان گفتیم به عنوان مثال اگر بوره و آب را که یک محلول هست در نظر بگیریم شاید عزیز نازنین بوره که ای کمتر از محلول برای ما تشکیل میده همیشه ماده حل شونده و آب یا چهای میتان یک محلل برای ما و حساب بیاید بعد از او چی یاد گرفتیم؟ بعد از او یاد گرفتیم که چه عواملی میتانه بر روی سرعت حل شدن مواد تاثیر خود بذاره که دو عامل بسیار مهم بود یک تا عامل حرارت دو اندازه ذرات میتانست که بر روی سرعت حل شدن مواد تاثیر خود بذاره حرارت رو گفتیم که هر چقدر دما بالا رو و افزایش پیدا کنه باعث می شد که سرعت حل شدن مواد هم بیشتر شود و همچنان بعد از او اندازه ذرات با هم کار کردیم گفتیم هر چقدر ذرات ریزتر شود و کوچکتر شود سرعت حل شدن مواد برای ما بیشتر می شود. یک نکته دیگه هم در درس یاد گرفتیم که کتله محلول مساوی می شود با کتله ماده منحله جمعی کتله ماده محلل که جمعی این دو کتله می شود کتله محلول ما به دست می آمد خب شاگردای عزیز و نازنین شما میتونید در اطراف و ماحول خود محلول های متفاوت را مثال های متفاوت را پیدا کنید و برای ما به نمبری که در ابتدای درس برایتان گفتیم برای ما روان کنید شاگردای عزیز و نازنین درس امروز ما تمام شد شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدار همگی شما عزیزان باشد.